سلام پنجشنبه 20 تیر 92 11 جولای 2013 میلادی در مورد پنج موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول این که این شنبه 22 تیر ماه مراسم چهلوم آقای تاهری امام جمعه اسبق اصفهان برگزار میشه که همزمان است با حادثه پنجم رمضان سال 57 که بعد از دستگیری آقای تاهری تعدادی از مردم اصفهان با حجوم ماموران امنیتی کشته شدن به هر حال به این مناسبت یک مراسمی از ساعت نه و نیم شب به بعد, بعد از افتار در گلستان شهدای اصفهان کنار مزار آقای تاهری برگزار میشه و مجید انصاری سخنران مراسمه خانواده آقای تاهری از همگان دعوت کردند که در این مراسم شرکت کنند. خانواده های دو پیرو اهل حق که خودسوزی کرده بودند عنوان کردند که مأمورین امنیتی اونها را تهدید کردند که حق ندارند مراسمی برای این دو پیرو اهل حق در سطح شهر برگزار نکته دوم این که اسخر محمودیان زندانی سیاسی دهه 60 که به شش سال حبس محکوم شده همسر او هم به پنج سال حبس محکوم شده و در بند زنان اوین هست به در حالی که 62 سال سن داره و انواع بیماری ها هم گریبانش رو گرفته به زندان عادی سمنان منتقل شده و به دلیل عدم رسیدگی پزشکی اسخر محمودیان دست به اعتصاب غذای نامحدود زده وفا قادری بهزاد فرج اللهی و خالد حسینی سه از اعضای کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری هر کدوم به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند. فریبا پژوه روزنامه‌نگار اصلاح طلب هم که به یک سال حبس تعذیری محکوم شده بود بازداشت و روانه زندان شد از خره فرهادی فیلمساز سرشناس و برنده جایزه اسکار هم در برگشت به ایران با برخورد معمولین امنیتی در فرودگاه مواجه شد ابتدا پاسپورت او رو گرفتند و بعدا بهش پس دادن اما اعلام کردند که برای ادای پاره از توضیحات به دستگاه امنیتی باید مراجعه بکنه علی خدا بخش گذار چندین روزنامه اصلاح طلب هم که به یک سال حبس تعذیری محکوم شده بازداشت شد این در حالیه که به او فشار آوردن که نامه اف بنویسه و زیر بار نرفته به این ترتیب کاملا دیده میشه که آقای خامنه ای فشار رو افزایش داده بسیاری از بچه های زندانی که در مرخصی های استعلاجی بودن رو دوباره به زندان برگردوندن بسیاری از کسانی که احکامشون در حال صدور بود یا در مرحله تجدید نظر بود رو قطعی کردن و اومدن بازداشت کردن برای اینکه آقای خامنه ای که یک قدم در انتخابات به عقب رفته نشون بده چنگ و دندون نشون بده و به فعالین و مردم ثابت کنه که قرار نیست چیزی عوض بشه و قرار نیست که فضا باز بشه نکته سوم اینکه معاون امور دارویی سازمان غذا و دارو عنوان کرده که با تک نرخی شدن ارز و تبدیل قیمت به 2447 فومان به ازای هر دلار داروهای وارداتی حداقل بین 40 تا 90 درصد افزایش قیمت پیدا کرد. آقای رفسنجانی هم در دیدار با هیئت مدیره انجمن داروسازان از وضعیت دارو انتقاد کرده و تحریم کنندگان جهانی را هم به باده انتقاد گرفت. مهدی موسوی جانشین حوزه مقاومت بسیج ده اهواز که از مدافعان حرب زینمی عنوان میشه بوده یعنی از کسایی که به سپاه از به سوریه میفرسته تا در اونجا علیه مردم به جنگن جنازش برگشته و روز دوشنبه او رو در احواز تشریح کردن جالبه که این چندمین باری است که سپاهی ها و بسیجی ها کشته از کشته, هاشون از سوریه برمیگرده اما سعی میشه در هیچ جا عنوان نشه که اونها کجا کشته شدند و چگونه کشته شدند. هارون یشایایی رئیس انجمن کلیمیان ایران هم در مقاله‌ای که در روزنامه شرق نوشته به شدت به آقای احمدی نژاد و اظهارات اخیرش حمله کرده که دوباره ایشون گفته بود مثل یک بسیجی ترمز بریده به هولوکاست حمله کرده ایشون در دوره ریاست جمهوریش و ستون فقرات سرمایدایی رو شکسته از اون حرفای عجیب و غریبی که از یک مغز علیل برمیاد حال رئیس انجمن کلیمیان انتقاد کرده و گفته چرا باید که ما فاشیزم رو تطهیر کنیم و کشتار یهودیان رو سعی کنیم که توجیح بکنیم به دنبال تعریف هم که آقای عزت زرقامی رئیس سازمان صدا و سیما از احمدی نژاد کرد و گفت پانزده نکته در شخصیت او کشف شده دیده شده و او از شخصیت های جهانی و تاریخ ساز و از این قبیل تعریف ها مزدش رو گرفت و هیئت وزیران آقای احمدی نژاد هم دیروز تصویب کرد که عراضی محل برگزاری نمایشگاه های رو کلا به صدا و سیما واگذار بکنن بی بی سی هم گزارشی رو داده از ایمیل ملی که اعلام شده قرار است به ایرانی ها داده بشه و عنوان کرده که به شدت این ایمیل ناامنه چون از پروتکل‌ها ها و برنامه های یک نوع ایمیل قدیمی استفاده شده که به هیچ وجه قابل اعتماد و امن نیست نکته چهارم اینکه محمد بدی رهبر اخوان المسلمین با حکم بازداشت دادستان کل مصر مواجه شده همینطور حکم بازداشت معاون او و چندین تندی از رهبران اخوان المسلمین هم صادر شده روزنامه از هم نوشته که کشورهای عربی خلیج فارس مثل عربستان، امارات و دیگران هم دست به اخراج هواداران اخوان المسلمین از کشورهاشون زدن به هر حال دیروز با فراخان اخوان المسلمین هزاران تن در مسجدی در شمال شرق قاهره دست به تجمع زدن و گروهی در این مسجد تحسن کردن خواستشون هم بازگشت مرسی به ریاست جمهوری است کنگره امریکا هم که بخشهایی به خصوص جمهوری خواهان کنگره و سناتورهای که مخالف دولت آقای اوباما هستند به شدت از, از اظهار نظر وزارت خارجه امریکا که اخیرا گفته بود نفوذ جمهوری اسلامی در امریکای لاتین کم شده انتقاد کردند و گفتن سفارتخانه های جمهوری اسلامی از پنج تا به دوازده تا در امریکای لاتین رسیده و گزارش 500 صفحه ای رو که بازپرس ویژه پرونده آمیا یا انفجار مقره یهودیان در آرژانتین تهیه کرده بود مستند قرار دادند که جمهوری اسلامی در بسیاری عملیات تروریستی در منطقه دست داره ولی وقتی برای ادای شهادت این بازپرس ویژه رو به کنگره دعوت کرده بودند با مخالفت دولت آرژانتین مواجه شدند که اجازه نداده او به امریکا بره اما نکته آخر اینکه فرمانده هوافضای سپاه ملاقاتی که دیروز با آقای خامنه ای داشته لغت شرف یاب رو در این دیدار برای این دیدار به کار بردن لغتی که کاملا سلطنتی بود و معنی اون همین است که این آقای فرمانده قبلا شرفی نداشته و در با رسیدن به حضور آقای خامنه ای صاحب شرف شده آقای حسین شریعت مداری هم عنوان فرمودند که خدمات آقای احمدی نژاد از مشروطه تا کنون بی نظیره. اندکی سب سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به پیروزی ایران و ایرانی